وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه. خواسته ها و نیازهای انسان همچون تنفس با او از دوران تولد تا مرگ همراه می باشد. بعضی از آنها بسیار ساده و امکان پذیر و بعضی دیگر چه بسا دشوار و گاهی غیر ممکن. اما تضمین نیازهای ایجاد شده و تضمین نیازهایی که اجابت خواهد شد چیست؟ کلام خداوند مریدان خود را تشویق می کند در ابتدا به نیاز حقیقی بیاندیشیم که شناخت خدا و هدف مقدس خلقت می باشد، تا با اعتماد به او در هر نیازی ما نیز بتوانیم پیروزی ها را داشته باشیم و اون تضمین حقیقی را نیز با خود داشته باشیم. و عیسی مسیح در اراده خدا این تضمین را به ما نیز اعلام می کند که بتوانیم در اراده خدا نیز نسبت به هر نیاز و هر حاجتی تضمین شادی و خوشی جاودانه را داشته باشیم. مطابق انجیل متی 6:10 که اعلام میکنه ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین کرده شود. و همچنین نویسنده مزمور 112 از 1-3 را نیز میخونم، اینگونه اعلام میکند: هللویا، خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد. در اصل اعلام میکنه خوشا به حال کسی که خدا رو میشناسه، ذات خدا رو میشناسه، با خدا در رابطه هستش و میداند زمانی که اراده خدا رو میخواد حقیقتا اراده خدا برای او نیکوست. خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد و در وصایای او بسیار رغبت دارد. ذریتش در زمین زورآور خواهند بود، طبقه راستان مبارک خواهند شد، توانگری و دولت در خانه او خواهد بود و عدالتش تا به ابد پایدار هستش. و زمانی که ما تصمیم میگیریم تحت اراده خدا زندگی کنیم، در اصل تصمیم گرفتیم که تحت پیروزی های خداوند نیز زندگی کنیم.